خب دو قسمت آخر بذارین یه کد نگاه کنیم در واقع من میتونم بیام اینجا پنجره اونور باز شد سی دی دبلیو سی دی بلاک چین بیت کوین کد رو اینجا دانلود کرده بودیم گیت ریم داش وی میبینین که در واقع بیت کوین اینجا بوده کدش در نتیجه پول کرده بودم تو درس های قبلی کد نقطه رو میزنم کلا باز میشه کد من میزنم باز میشه دلیلش اینه که وی اس رو نصب کردم دیگه و میبینین که یه بار سعی کردم ضبط کنم بلاک کردم نیومد یه دوستی به اسم آتوسا گفتش که چی الان تو چت توی ماینر میبینین که در واقع چیزای متنوع داره دیگه در نهایت هم کدها خیلی خیلی فایل های خانا ترتمیز و باحالی دارن یعنی گشتن توش خیلی کار راحتیه که بفهمین چی میشه مثلا من چیزی که میخواستم و پیدا نمیکردم گت بلاک تمپلیت بود اون بحثی که میگفتیم که یه ماینر چجوری میتونه درخواست بده از پول که یه تمپلیتی به من بده که من سعی کنم نانسش رو پیدا کنم استانداردهای های خیلی مختلفی اومد تو ورژن های مختلف خیلی مختلف نه ولی در نهایت توی یه سری بیپ اومد و دوستا تا ایده مختلف داشت از این اون Get Block Template رو پیدا کنم Get Block Template نشد که آهان چرا دیگه پیداش کرده چی شد؟ Get Block چرا نمیشه؟ Get Block به طور وقتی تون تایپش میکنم میره چی رو اشتباه میزدم حالا مهم نیست بعدا تو ویدیو نگاه میکنیم اینم من خواستم بگم که در واقع اینو یه ای بار اشتباه زد کردم واسه ایده اینه برنامه نویسی این شکلیه شما اینا رو اگه حفظ باشین و بزنین معنیش اینه که یه باگی در در دادنتون هست این بیپ یادتونه دیگه در واقع اینا میگفتم تو بیپ 22 گت بلاک تمپلیت رو حالا ریفرنس داده که میتونیم برین جدا نگاش کنین ولی چیزی که ما میخواستیم میخواستیم اینو ببینیم از کجا میاد توی این بعد یاد بگیم چجوری کار میکنه یه سری ام داره که توضیح میده اینجاها و یه سری فایلایی دیگه مثل مثلا ماینینگ بیسیک خیلی عجیبه این اون دفعه ما بردم بر حالا حال مهم نیستش میبینیم مثلا در واقع یه سری پایتون داره که کمک میکنه به یه سری کارهای عمومی خود کور با سی پلاس ولی اینجا مثلا یه برنامه داریم که میتونه بلاک ها رو بگیره و شروع کنه بیسیک ماینینگ رو انجام بده و براش تست اون تستش بود فهمیدم چرا باگ دفعه و در این حال یه سری اسرت بده که اگه تست کردی بلاک اینجوری بود خروجش اینجوری بود اینش با این نمیخون و یک کالمه تست روش هست توی تستای فانکشنالش ولی توی خود برنامه توی فایلا فایل ماینینگ اینجا تو کجاییم تو بیت کوین تو تستای ما توی فایل ماین اگه نگاه کنین چیزای با مزه ای برای دیدن داره کلا توش بچرخین هر چقدر خوبه هم سی پلاس پلاستون خیلی قوی میشه هم سورس بیت کوین رو خوندین که خودش خیلی کار خفنیه اینکلود میکنه چیزای استاندارد ها مثل چین کوین و غیره یادتونه من یه دونه در واقع نیاز داشتم که یه بلاک بتونم درست کنم بلاک اسمبلر مثلا که بتونه اون بلاکه برای من دیتای اصلی که میخوام رو برگردونه که ماینراتوش ما توش پیدا کنن میبینین که مثلا create new block رو دارم که یه تایمر ور می‌داره بلاک رو ریست میکنه و بعد شروع میکنه یه سری دیتا خوندن و دیتا توش ریختن فیا و بقیه چیزها در نهایت لازمه که با حوصله تر نگاش کنین مثلا ترانزکشن کوین بیس هم درست میکنه ترانزکشن کوین اون ترانزکشنی که برای خودم درست میکنم در واقع کی منو میخواد این اینجا موند ای داده بیداد یه دکمه اشتباه زدم بدبخ شدیم نمیخوام رفتم تو تعریفش بلاک اسمبلر استرس هم نگیریم این کار کلا این شکلیه داشتم اینو میگفتم خب افنا. مثلا ببینین کی منو میگیره ولیوم رو میگیره نامبر آف فی و علاوه فلان بعد ترانزکشن رفرنس هم رو درست میکنه و بقیه چیزها در واقع برای خودم یه دونه ترانزکشن درست میکنه پایین تر اگه بیاین خیلی لاگای باحالی هم میزنه در نتیجه خیلی کار بامزه ای که شما واقعا اگر پهنای باند کافی دارین یا اوسره دارین سعی کنین یه بار یه دونه چیز ران کنین حتی لاگایی که موقع دریافت و کانکشن اینا هم میبینه بامزن تستش میکنه تست میکنه ترانزکشناتون درست باشه ادش میکنه به یه بلاک اون تیک آخرش رو اون دفعه دیدیم که باحال بود مثلا اینکریمنت اکسترانانس میکنه. اگر یادتون باشه تو همین درس گفتم که شما تو هدرتون کوش تو هدرتون یه دونه نانس دارین که فکر کنم دو به توان سی و دو بیته که ممکنه واقعا تمامش رو رد کنین و نتونین از دیفیکالتی لیول راحت درست کنین در نتیجه میاد یادتونه توی کوین بیس الان بهتون نشون دادم که برای خودمون یه ترانزکشن درست میکردیم اونم یه دونه نانس داره که میاد اون رو عوض میکنه اینجا در واقع اکسترا نانس پایینشه اینو یکی عوض میکنه دوباره مرکل تری رو درست میکنه توی هدر مرکل تری رو مینویسه و حالا سعی میکنه یه نانس پیدا کنه که این ترکیب با تی ایکس ها در نهایت بشه کوچیک از اه دیفیکالتی لولتون من من متوجه این دیگه این مرکل تری درست کردن کنده در نشه ترجیح میدیم مینیمم ممکن اینجا نام عوض کنیم نانس هدر رو فقط عوض کنیم نتیجه هم همینه که در واقع یک کال میزنه به اینکریمنت اکسترا رو نانس نامس رو تغییر میده و میاد نانسو رو میخونه و به علاوه یک میکنه کوش ایناش میاد این رو به علاوه یک میکنه و در نهایت دوباره هش میکنه مرکل روت رو مرکل روت رو پیدا میکنه میذاره تو هدر دوباره برمیگرده سعی میکنه با این مرکل روت جدید که خب کل هش رو عوض کرده و هش قبلی و ترانزکشن ها و فی خودتون که در واقع اینجا تغییر کرده بتونه دوباره نانس پیدا کنه خلاصه کد نگاه کنین همیشه چیزهای خیلی 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 باحالی برای سی پلاس پلاس داره و بعضی موقع میتونین جواباتون توش پیدا کنین اگه سوال براتون پیش میاد که با چی شروع میکنه اول نانسو چی میذاره بعد چی میذاره آیا یکی اضافه میکنه آیا رندوم عوض میکنه میتونین جوابش رو تو کد به عنوان مشق برای جلسه بعدی پیدا کنین خوشحال خندون باشین و ممنونیم از اسپانسرامون که البته من همیشه میمونم جلوشون ممنونیم از اسپانسر هامون که در واقع باعث شدن ما بتونیم این ویدیوها رو که قراره با پولش در واقع کمک بشه به سیل زده ها در جنوب ایران مشکلات هست و سعی می کنیم به نه سهم و توان خودمون اینجوری حلش کنیم تا یکی درست تر حلشون کنه نفری که اون پایین مونده فرزانه رحیمیه باشه باشین فعلا تا درس بعدی که در مورد چی حرف می زنیم در مورد انانیمیتی فکر میکنم در بیت کوین. در واقع ناشناس بودن تو بیت کوین.